همزمان با 88مین تولد مارتین لوتر کینگ جونیور، ده ها نفر از دوستداران رهبر فقید مبارزات حقوق مدنی سیاه‌پوستان آمریکا در بنای یادبود وی در واشنگتن حضور یافتند. این در حالی است که جان لوئیس همراه نزدیک رهبر جنبش مدنی سیاه‌پوستان در آستانه تولد وی اعلام کرده است در مراسم ادای سوگند دونالد ترامپ شرکت نمی‌کند. آمریکا با واکنش شدید دونالد ترامپ روبرو شده و رئیس جمهوری منتخب آمریکا در توییتری از جان لوئیس که بیش از 3 دهه است نماینده ناحیه پنجم جورجیا در کنگره است، خواسته است به اوضاع خراب و بد منطقه تحت نمایندگی خود بپردازد. با این حال و به موازات این تنش لفظی، دیداری روز دوشنبه میان پسر مارتین لوتر کینگ جونیور و دونالد ترامپ در برج ترامپ در نیویورک صورت گرفته است. امسال سیاه‌پوستان آمریکا کمترین مشارکت را در انتخابات این کشور داشتند.